به ادامه محور خوش آمدید. اعتراض پناهجویان افغان در اندونزیا با پاکستان به علت عدم رسیدگی به پرونده های مهاجرتی ایشان هنوز ادامه دارد. مهاجران افغان در اندونزیا و پاکستان میگویند که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به پرونده های مهاجرتی ایشان تا هنوز پاسخ روشن نداده است. این معترضان از کمیشنری سازمان ملل متحد خواستار فراهم شدن ویزه بشردوستانه و اسکان در کشورهای مهاجرپذیر دیگرند. اعتراض پناهجویان افغان در اندونزیا از بیش از 9 ماه به این سو در 9 ولایت این کشور ادامه دارند. این معترضان میگویند کار پرونده های مهاجرتیشان پیشرفت نکرده و در این باره تا هنوز پاسخ روشنی از سوی کمیشنری سازمان ملل متحد در بخش پناهندگان دریافت نکردند. معترضان از بدرفتاری پلیس کشورهای میزبان نیز شکایت دارند. آنان ادعا می کنند که دفتر کمیشنری سازمان ملل از راه های گوناگون تلاش می کند تا این اعتراض ها را خاموش بسازد. ولت کوب کردن، ولت پار کردن، ولت پار کردن از اینا و نتیجه ای که تا به حال ما گرفتیم این است که سازمان به شدت زیر فشار است و از راه های مختلف میخواهد که امی صدای عدالت خواهان را خاموش کنه. 16 مورد خودکشی، 3 مورد خودسوزی و صدها مورد خودکشی ناموفق بودیم که توسط دوستان پناهندگان نجات داده شده. عدم توجه کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR و همچنان کشورهای پناهنده پذیر و کشورهایی که کنوانسیون 1951 امضا کردن می باشند. از سوی دیگر شماری از پناهجویان معترض افغان در پاکستان می گویند که اعتراض های آنان وارد 48مین روز شده است. بیشتر این پناهجویان پس از سقوط حکومت پیشین و برخی هم از سالهای پسین از بر انتقال به کشورهای سومی به پاکستان مهاجر شدند. از 2016 به این طرف هیچ گونه توجهی در برابر مهاجرین ما صورت نگرفته، به خصوص بعد از تحول 9 ماهه به این سو. مدتی 48 روز شده که ما در اسلام آباد اعتراض میکنیم و ارگانهای زیصلاح به داد و خواسته های این ملت را لبیک نگفته. از توی هم 4 تن از هنرمندان و آوازخوانان کشور که پس از سقوط حکومت پیشین به پاکستان پناه برده بودند چند روز پیش از توی پلیس پاکستان به علت نداشتن اسناد اقامت از ایالت خیبر پختونخوا بازداشت شدند. از بر رهایی آنان اما شماری از هنرمندان این ایالت اعتراض خیابانی را برپا کردند. ما کوشش اوس روانه چه اوس پوزیشن کورد که هغه ریلیز کو پریګیدو دغه نه جیل نه روباسو او کنی وین بیا سبا یا بلز بخام خای خوشی کیگی. معترضان که پرونده هایشان را در سازمان ملل متحد ثبت کرده اند میگویند تا هنگامی که به خواستهایشان رسیدگی نشود دست از اعتراض بر نخواهند داشت. برای بحث بیشتر روی این موضوع بانو آصف استانکزای فعال مهاجران را روی خط اسکایپ در برنامه با خود دارم. بانو استانکزای سلام بر شما و به محور خوش آمدید. نخست میخواهم بپرسم که این پناهجویانی که ماها میشود که تظاهرات یا راهپیماییشان طول کشیده، کیها هستند و چرا ماها و سالها در انتظار هستند؟ بعد از تحولات اخیر سیاسی در افغانستان جمعیتی از مهاجرین، حالا هرچند مهاجرین خیلی زیادی از افغانستان به کشورهای مختلف میرفتند به خصوص کشورهای همسایه، ولی بعد از تحولات اخیر سیاسی این مهاجرت ها چند برابر شدت گرفت و البته وقتی که به کشور مهاجر میشن و مدرک اقامتی ندارن، هر کشوری باشه، یک سری محدودیت هایی در واقع و کشور برای کسی که مدرک هستن و فاقد اسناد اقامتی هستن در واقع داره. این زمینه هم کشوری مثل کشور پاکستان که یکی از کشورهای همسایه افغانستان هستش، قبلا هم پذیرای مهاجرین خیلی زیادی بوده و در حال حاضر که حالا جمعیت همچین افزایش یافته، میشه گفتش که یک تعدادی از این مهاجرین از سالهای قبل کیسای پناهندگی داشتن به کشورهای ثالث. به این تعدادی هم خب از تحولات اخیر سیاسی در افغانستان آمدن به اونجا و این کیسای سیاسی را انداختن. این کیسای سیاسی نیاز بررسی و تحقیق داره و بعد از تحقیقات لازم و بررسی های لازم به اونا جواب رد یا جواب پذیر شده میشه. که حالا یک از دلایلی که این نوع اعتراض ها و این مسائل در واقع دامن زده شده به دلیل این هستش که مردمان خب خیلی سالهای زیاد ممکنه صبر کرده باشن، در یک حالت بی سرنوشتی و معلق بودن قرار داشته باشن. از طرف دیگر مشکلات خاصی که در خود حالا کشور پاکستان رو دارن زندگی میکنن اونا هم سرشون اضافه میشه و این ناامیدی و این انتظار زیاد باعث این مسئله شده که واقعا دیگه نتونن صبر کنن و با اعتراض بخوان خشم خودشون نشان بدن. اگر مشخصا بیایم روی پناهجویان افغان در اندونزیا، بیش از 9 ماه میشود که اعتراض دارند.
ولی تا هنوز پاسخ روشن برایشان دادن نشده. چرا چنین روی کرده در قبال مهاجران افغان دنبال می شود؟ خب میشه گفت که از سال 2010 به بعد دولت استرالیا، حالا کسایی که بالاخره چون قبلا مردم به صورت غیرقانونی که به کشورهای مثل استرالیا و جاها میرفتن واقعا خیلی خطرناک بود با قایق و با این راههای در واقع آبی بسیار جانشون در خطر بود. بنابراین کشور استرالیا حالا با کشور دیگه گفتن که به جای اینکه مستقیما بیاین استرالیا شما اندونزی برین به اونجا باشین کیستون بررسی میشه، اگر قبول شدین میایین، اگر نشدین که میرین. اونا هم در واقع حالا بر اساس همین راهکار مهاجرین خیلی زیاد تقریبا فکر کنم نزدیک به حدود 14,000 مهاجر در اندونزی هستش که 7,000 نفر از اونا به صورت آزاد هم تقریبا زندگی میکنن و 8,000 نفر دیگه شان تحت نظر سازمان IOM هستن که حالا یک پول بخورنمیر بهشون داده میشه و در یک حالتی قرار دارن که فقط بتونن دوری باشن. و اما اینکه اونا از ماها قبل که چی بگم از شاید بگم از چندین دهه هست، یعنی حتی بیشتر یک دهه دو دهه هستش کسانی که در اندونزی در شهرهای مختلفش مثل جاکارتا و شهرهای دیگه زندگی میکنن، اینا هنوز در حالت معلق قرار دارن و این برمیگرده به اینکه سیاست کشورهای مختلف نمیخواهد اینا رو بپذیره و فقط یک قسم شاید بگم اینا رو داره میپیچانه و از طرف خودشان دور میکنه تا مردم سرگرم باشن، ولی اونا سیاست های خودشانه که مبنی بر عدم پذیرش مهاجرین هستش به اون قسمت دنبال کنن. حالا یک سری کشورها هم مثلا مثال میزنم به کشور ترکیه، یک سری قراردادهایی دارن در پشت پرده که به اون قرارداد سالانه یک مقدار پول بودجه دارن میدن به ترکیه که شما مرزتون خیلی محکم بگیرین که از طریق مرز شما به طرف اروپا مثلا نیاین. به این شکل جاکارتا و این کشورها ممکنه به این شکل باشن. همچنان از چگونگی کار کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان همچنان شاکی هستند که در پیشرفت کارشان توجه نمی کنند. چیزی که ما همیشه از سازمان ملل میشنویم فقط این صحبت میشنویم که متاسفم، کلمه متاسفم زیاد ازشون میشنویم، فقط تاسف میتونم بکنم و کار عملی که ما در واقع توقع از اونا داریم همیشه میگه که ما بودجه نداریم، ما همکاری نمیتونیم بکنیم و دست ما نیست، همیشه یاد کار میدن که واقعا کشف عمومی مردم برانگیخته در تمام کشورهای دنیا، حالا نه فقط در پاکستان و ایران و در واقع در اندونزیا. اونها این موضوع حالا یک مسئله صحیح است که جمعیت مهاجری زیاد هستش و شاید اونا نتونن با اون رسیدگی که باید بکنن و انجام بدن، این قابل قبول هست تا یک حدی، ولی اینکه یک مهاجر چندین سال حتی یک دهه دو دهه باشه کاملا بی سرنوشت، یعنی یک پولی فقط بهشون داده بشه که بخورن فقط نمیرن و از طرف دیگه از حق تحصیل، حق کار و حق ازدواج رسمی حتی این مسائل اینا برخوردار نباشن طبعا به افسردگی برمیخورن و این موضوع برمیگرده به این مسئله که UNHCR و سازمانهای بین‌المللی واقعا کمکاری میکنن در بخش مهاجرین در تمام مناطقی که در واقع کارشون بانو استانکزایی با بیان این جمله که متاسفم، آیا کمیشنر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان می تواند که رفع مسئولیت بکند؟ یک و اعتراض دیگر در پیوند به این وجود دارد که همین کمیشنری سازمان ملل در خصوص پناهندگان در اندونزیا تلاش دارد از مجراهای مختلف این اعتراض ها را در اندونزیا خاموش بسازد. بله در قسمت سوال یکتان قطعا مشخص از با کلمه متاسفم هیچ چیزی حل نمیشه و مردمی که در واقع شاید بگم سالها صبر میکنن انتظار کشیدن و در شرایط خیلی نامساعد دارن زندگی میکنن چیزی رو حل نمیکنن، فقط شاید داره یک شکلی دارم میگه که ما هم یعنی هم فکر با شما هستیم و درک میکنیم، فقط همین برداشت میکردیم، ولی در قالب عمل ما توقع بیشتر از این موضوع داریم. و از طرف دیگر در اندونزی خب مردمایی که در اون حسن سازمان ملل اگر داره کارهای انجام میده و این اعتراضات میخواد خاموش کنه طبعا خاموش کردنشان خب به نفع از اونا خواهد بودش، ولی این موضوع زمانی که دوامدار باشه فکر میکنم یه اعتراض شاید آن خاموش که دوباره روشن خواهد شد، تا زمانی که یک فکر اساسی و یک اقدام صحیح و درستی انجام نده با خاموش کردن یه اعتراضات کدام چیزی حل نمیشه و بهتر از به جای خاموش کردن از اینا به فکر یک راه حل یا راه کار باشن. هرچند این موضوع رو میدونید که سازمان ملل یک سازمان واسطه ای هست، یک پل ارتباطی هست بین کشورهای پناهنده پذیر و بین پناهندگان، یعنی خودشان مستقیما نمیتونن تصمیم گیرنده باشن، ولی حداقل کاری که میتونن انجام بدن این هست که تسریع ببخشن این کارا، یعنی
اصلا یکم هم فکر کنیم یعنی چی یک مهاجر 10 سال یا 12 سال منتظر یک کیس باشه. خب در یک فرصت زودتر یه بگیم که نه نمیشه، وقتی نشو خب اصلا یه آدم سرنوشت مشخص کنن 10 سال 20 سال 15 سال 6 سال یا 7 سال یک صبر میکنن و این مشخص نمیشه، واقعا فکر میکنم که یک عمل غیر انسانی هستش و با متاسف بودن یا با هر چیزی که بخوای موضوع را ماسمالی کنه حل نخواهد شد. همچنان از بدرفتاری پلیس کشورهای میزبان شکایت وجود دارد. میخوام از شما بپرسم که یا بدارم که رفتار پلیس کشورهای میزبان با مهاجران افغان در کشورها نظیر اندونزیا، پاکستان و کشورهای دیگر چگونه است؟ حقیقتا من با یک چند نفر از مهاجرین که در خود پاکستان زندگی میکنم و همچنین در اندونزیا من ارتباط دارم باشان و یک چیزی که مخصوصا در مورد پاکستان زیاد اشاره کردن رو گفتن که اونا اخاذی میکنن به عنوان رشوه پلیسایشان در چند قسمت، یکی که مثلا فکر کنید یک کسی که اگر بخواد مثلا از پاکستان به افغانستان برگشت کنه باید حداقل تذکره داشته باشه، اونگی تذکره نداره اینا رو خیلی اذیت میکنه و بعدش هم اگر حدود 20 یا 30 هزار پول رایج پاکستان بهشون داده بشه از این مسئله و پلیس در واقع همکاری میکنه، یعنی با یک اخاذی و از طرف دیگه یا یک کسی که اگر پذیرش یک کشور دیگه گرفته باشه و بخواهیم بره فرودگاه یا هر چیزی اونا رو هم با یک بهانه های دوباره میخواین یک اخاذی کنن تا بشه که یک پولی به جیب بزنن. اندونزی را هم حالا کم و بیش شنیده به این موضوع، ولی در پاکستان این موضوع خیلی شایع‌تر هست، خیلی بیشتر هست که یعنی این موضوع واقعا نگران کننده به نظر میرسه. اگر بیایم روی پاکستان، در تازه ترین مورد هنرمندان افغانستانی بنابر اینکه اسناد اقامت نداشتن از سوی پلیس پاکستان دستگیر شدند و تظاهرات را هم شما مطمئنن که شاهد بودید در پاکستان با راهپیمایی هنرمندان در آن سوی خط دیورند، ولی پرسش اینجاست که اگر کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان کار برای پیشرفت پرونده های مهاجران افغان در کشورهای دوم نمی کند، چرا حداقل برای اعطای اسناد اقامت یا تمدید این اسناد کاری صورت نمیگیرد که حداقل بتوانند این پناهجویان در کشورهای میزبان به گونه قانونی و با خیال راحت زندگی بکنند و گشت و گذار بکنند؟ کشور پاکستان یک شرایط دیگه هم داره برای کسایی که با ویزا میان پاکستان، حدودا مثلا 6 ماه تا یک سال میتونن قانونی باشن، ولی منوط بری که هر دو ماه برن به سر مرز خروجی بکنن به افغانستان دوباره برگردن پاکستان و این موضوع برای خانم ها بخصوص این موضوع دشوار ساخته، چون که خبرها رو ما دنبال میکنیم که زنان بدون محرم شرعی و این مسائل نمیتونن گشت و گذار کنن و اگر خانمی از پاکستان به افغانستان دوباره بدون محرم بخواد بره یک عالم مشکلات دوباره دیگه میبینه و یک موضوعی هستش که یک قانون اینجوری است که خیلی مهاجرین در واقع یعنی استقبال نمیکنه که بخواد بیا افغانستان به خاطر دوباره برگرده، پس بنابراین اینجا این موضوع تقریبا میشه گفت منتفی میشه، چون به خاطر مسائلی که از افغانستان خارج شده دوباره علاقه من نیست که هر دو ماه دوباره بره و خروجی بدارم. یکی این موضوع هستش که قوانینش سخیرانه هستش. موضوع دوم هم این هستش که حالا گرفتن همین اقامت یا کارت مهاجرتی که هستش اینا برمیگرده به خود کمیشنری سازمان ملل که در این زمینه حالا فکر می‌کنم هر چند وقت یک بار این کارت میده و یعنی نیست که هر لحظه هر کسی که اقدام بخواد بکنه بهش بده. بله. برمیگرده به زمان خاصش که باید صبر کنن حالا این موضوع اقدام بشه. بالاخره کی باید پاسخگو باشد و به مشکل این پناهجویان رسیدگی بکند؟ طبعا جامعه جهانی موظف است که در این زمینه همکاری کنه. موضوع یک از دو کشورهای میزبان وظیفه داره، هر کشوری که هستش مهاجر به هر شکلی که آمده وظیفه داره که با او کشور نسبت مهاجرین یک رفتار شایسته انجام بده، حداقل اخاذی انجام بده، حداقل توهین و تحقیر انجام بده، کرامت انسانی بده. این مسائل واضح هست، ولی در این موضوع سازمان ملل و جامعه بین الملل دقیقا نقش خیلی پررنگی داره که حداقل حداقلش در بخش کمک های اولیه، در بخش کارت اقامتی و همچنین در بخش یعنی کیس هایی که اینا به سازمان های بین المللی دادن اینا را تصریب بخش روند سرعتشان به این زمینه ها اقدامات اساسی انجام بده و از طرف دیگه دولت خود افغانستان هم باید شرایط بهتر فراهم کنه تا بالاخره مهاجرین هر روز از افغانستان خارج نشن. ممنون از شما بانو آصف احسان اگزای فعال مهاجران. سپاسگزارم.
ادامه محور. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث میپذیرد که آنان توان خاموشی آتش را که در جنگل های نورستان شعله‌ور شده است ندارند. رئیس مرکز عملیاتی عاجل این وزارت میگوید با آنکه گروه های آتش نشانی به محل رویداد فرستاده شدند، اما آنان توان خاموش ساختن این آتش را ندارند. و می افزاید که در صورت نیاز از بهر خاموش ساختن این آتش سوزی از کشورهای همسایه نیز کمک خواسته خواهد شد. آتش سوزی در جنگل های ولسوالی نورگرام ولایت نورستان وارد دهمین روز شد. با آنکه تا اکنون علت وقوع این رویداد روشن نشده است، اما مقام ها می گویند که در نتیجه این رویداد 185 جریب زمین آتش گرفته است. دست اور بل ده چه دیر به شدت که و او هوا تیزوال هم دیر په اوج که و او باقی دغه غرونه چه دی زمنګ دی خلکو دی عاید او منبع ده دی ولسوالی د خوانو دی یو تعداد خلک زیات او سره د شمو دی ولسوال سره سره تلیول ال تداور مهر کړی دی او خو امکان لري چې دی باران سره دا اور به مکمل ختم شي. 15 شپه ورځې سخت اور او دا خلک چې نه شپه ورځ چې نه دوچارو چې دا کوشش وکړي دا اور مل کی، اما باران نه دا سخت ورځې دی بارانونه نسته ده. با این حال وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث میگوید هرچند گروه های آتش نشانی به محل رویداد فرستاده شدند، اما آنان با وسایل پیشرفته مجهز نیستند. نموز پدی بعدیم کوشش کرد او پایم لژلی د کوشش کو وسی ور مار کو کوم امارات دور توان نه لری دا جنی زاس صاحب سی هغه غر دالت موټر نشتلا ایت پای نه سی کولای سیال ته ورسیږي نو هلته به د تیارو موږ یعنې امارت سفرونه جدي غوښتنه کړې د حوادثو وزارت لخوا چې دوی تیاری راولي او موږ پر دې ځای باندې اوبه وشیندو خو دا باندې هم امکان یې نه و ځکه دا ډېره لرې سیمه وه. از سوی دیگر آگاهان مسائل اقتصادی میگویند که این آتش سوزی پیامدهای بد را به اوضاع زندگی مردم محل خواهند گذاشت. اول وار د خپل د تدابیر نو خپل کوشش کوو چې دا ور کابو کې چیرې کابو نو سو فراتن کې بیا بل لا نږدې همسایه مملکو سره غشتنه کوو چې لمر سره همکاری وکړي په دې کې. در چند دهه اخیر این نخستین بار است که آتش سوزی به این بزرگی در جنگل های نورستان رخ داده است. گروه زیر نام دادخواهی برای خبرنگاران ادعا دارند که پس از این هیچ نهاد را به عنوان نهاد پشتیبان خبرنگاران نمیپذیرند. برخی از خبرنگاران که در این گروه دادخواهی فعالیت میکنند نهادهای پشتیبان خبرنگاران را به بی‌توجهی و دستبرد در حقوق خبرنگاران متهم میسازند، اما نهادهای پشتیبان رسانه ها ادعای این خبرنگاران را مبنی بر عدم رسیدگی به چالش های خبرنگاران رد میکنند و میگویند که مشروعیت این نهادها بر بنیاد اصول داخلی کشور است. برخی از خبرنگاران که از چند ماه بدین سو گروهی را که به گفته آنان برای دادخواهی خبرنگاران ایجاد کردند، به روز چهارشنبه در نشست خبری میگویند که پس از این هیچ نهاد پشتیبان رسانه ها را به رسمیت نمیشناسند. آنان ادعا میکنند که این نهادهای پشتیبان رسانه ها نه تنها که برای حل چالش های خبرنگاران کاری نکردند، بل از نام خبرنگاران استفاده سو نیز کردند. خبرنگاران از حکومت امارت اسلامی و همه سازمان های داخل در امور رسانه ها می خواهند که دیگر این نهادها را به عنوان نهاد حامی خبرنگاران و رسانه افغانستان به رسمیت نشناسند. خواست ما از امارت اسلامی است که خبرنگارای زن که در وطنشان آمده حتما اونا علاقه دارند که به وطنشان اگر زمینه رفتن بر هر کدامش مسایی بود، اما چون علاقه دارند که در وطن خودشان خدمت کنند و رسانی کنند اونا را حمایت کنند. از سوی هم مسئولان برخی از نهادهای پشتیبان رسانه ها در پیوند به ایجاد این نهادها دیدگاه های گوناگون دارند. در گذشته و حال هر نهادی که با استفاده از نام دفاع زنان ژورنالیست، مردان ژورنالیست استفاده سو کرده باشند، با پندار ما متهم به فساد هستند. هر نهادی که باشند، هرگاه اگر خبرنگاران مشکلی در قبال کار با انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان داشته باشند، دروازه انجمن برایشان باز است. این خبرنگاران با ابراز نگرانی از اوضاع بد خبرنگاران در چند روز پسین از امارت اسلامی می‌خواهند تا فعالیت کمیسیون تخطی بر رسانه‌ها را هر چه زودتر آغاز کند. هر کسی که مورد تهدید قرار می‌گیرد کمیسیون تخطی مراجعه کرده شکایت خود بکنه و از او طرفی که اگر خبرنگار مورد تخطی قرار می‌گیره کمیسیون تخطی بررسی بکنه. در رسنیز و تخطی و در ارزوانی در کمیسیون چالی باش پلی سوی دی در وسطی پریکلی لپار در عزا و نمونه مشتبت رژیم سوی دی امیده چه پر نجدی را تنوکی که عملا پا کار پیل وکلی. شمار نهادهایی که زیر نام نهاد پشتیبانی از رسانه ها و خبرنگاران فعالیت می کنند به بیش از 20 نهاد می رسد.
کشاورزان ولایت بغلان میگویند که برگه های گردآوری عشر و زکات از سوی ریاست زراعت و آبیاری این ولایت را به دست آوردند. این کشاورزان می افزایند که بر بنیاد این برگه ها آنان مکلف هستند تا 50% از عشر و زکاتشان را بر ریاست زراعت بپردازند. آنان در واکنش به این تصمیم میگویند که خشکسالی های پی همه سال های پسین سبب شده است تا پرداخت عشر و زکات برایشان سنگین تمام شود. در همین حال ریاست زراعت و آبیاری بغلان میگوید که تا 20,000 برگه گردآوری عشر و زکات برای کشاورزان این ولایت توزیع شده. ریاست زراعت و آبیاری ولایت بغلان به تازگی 20,000 برگه گردآوری عشر و زکات را در اختیار کشاورزان این ولایت قرار داده است. یک مسئول ریاست زراعت و آبیاری بغلان میگوید موظفین آنان مطابق به این برگه ها 50% عشر و زکات را از کشاورزان گردآوری میکنند و دیگر هیچ کس حق ندارد تا به نام حکومت استفاده سو کند. ما عشر نصف جمع میکنیم. اگر 100 سیر از کسی گندم میشه دو 10 سیر عشر است، از 10 سیر ما نصفش میگیریم، 5 سیر میگیریم و بعد از اینکه گندم و دیگر حبوبات خلاص میشه جمع‌آوری شالی شروع میشه و شالی را هم بینیم سلسله با می ترتیب ما جمع‌آوری میکنیم. اما کشاورزان بغلان میگویند که خشکسالی های پسین زیان های زیادی به فراورده های آنان وارد کرده است و پرداخت عشر و زکات نیز بانون سنگین تمام می شود. به خاطر اینمی عشری که دولت می گیره اینمی خار و غریب 50 نفر 100 نفر می ره سر خرمن یک دانه گندمو نمی ده برش که بعد عشرا خود این دولت گرفت. ما خود در بیگ رقم کرده دیخانکار رسید می شرانیم ولی یک کمی ظلم برای چی شده طبقه غریب شده که 50% اگر امارت اسلامی ببره برای غریب خیلی ظلم و تعدیم. دیخان سرمایه ملت است. اگر دیقان روش داده شد و مردم غریبش هم در پولی از او آرام می باشد. ریاست زراعت بغلان می گوید در سال پیش که بخش از مناطق این ولایت در تصرف آنان بود مبلغ 98 میلیون افغانی پول عشر و زکات را گردآوری کرده بودند و اما در سال روان عواید گردآوری شده از عشر و زکات چند برابر افزایش خواهد داشت. در ادامه گفتگوها میان تحریک طالبان پاکستانی و دولت آن کشور امروز بیش از 50 تن از رهبران قبایلی برای شرکت در این گفتگوها به کابل آمدند. رسانه های پاکستانی از تمدید آتش بس میان دو طرف خبر دادند اما تا هنوز دولت پاکستان و تحریک طالبان پاکستانی در این باره ابراز نظر نکردند. در این میان روزنامه دان پاکستان گفته که ملا حسن آخوند رئیس وزرای حکومت سرپرست نیز با هر دو طرف دیدار کرده است و خواسته آتش بس شده است. پاکستان. برخی از رسانه های پاکستانی گزارش می دهند که دولت پاکستان با تحریک طالبان پاکستانی در گفتگوهایی که به میزبانی کابل جریان دارد به پیشرفت های دست یافتند. در پاکستان در قبایلی مشران و نور و مهم و شخصیاتو چکم ملکی خرک دی در هاوی جرگاه پا کابل که موجود ده او د پاکستان د طالبانو د تحریک او د غرنګ د پاکستان د ریاستی ادارو چې اکثر پکې امنیتی چارواکي دي دا غي ترمنځ کې خبر روان دي نو دا جرګه په هغه کې همکاري کوي. تمدید آتش بس، تنفیذ شریعت اسلامی، آزادسازی زندانیان تحریک طالبان و برگشت مناطق قبایلی پاکستان به حالت قبلیش از مسائل محوری این گفتگوها گفته شدند. افغانستان د اسلامي امارات، پاکستان او د پاکستانی طالبانو ترمنځ په مناسباتو کې موږ د څو واقعیتونو سره مخ یو واقعیت خدا دی چې پاکستان د افغانستان له طالبانو سره په تیر کې هم او په اوس کې هم ښې اړیکې پاللې دي او دوهم واقعیت دا دی چې د پاکستان طالبان هم د افغانستان د طالبانو سره روابط لري په دې کې شک نشته. هرچند از تمدید آتش بس برای زمان ناروشن میان دو طرف نیز گزارش شده است اما تا هنوز دولت پاکستان و تحریک طالبان پاکستانی به گونه رسمی در این باره چیزی نگفتند. روز دغه د یو دراما د مذاکره او د سولې په نوم باندې غواړي د افغانستان چارواکو په لاس منجو کړي دنیا ته وښيي چې افغان طالبان له پاکستانی طالبان سره نږدې اړیکې لري او دا تقریبا د اوسو انامودی چې دا دواړه خواه د دهشتګر په افغانستان کې دي. در این میان روزنامه دان پاکستان گفته که ملا حسن آخون رئیس الوزرای حکومت سرپرست با نمایندگان تحریک طالبان پاکستان و دولت آن کشور دیدار کرده و خواستار تمدید آتش بس میان دو طرف شده است.
اما تا هنوز امارت اسلامی در این باره ابراز نظر نکرده است. شماره از دانشجویان دانشگاه فاریاب ادعا دارند که از خوابگاه دانشگاه بیرون کشیده شدند. آنان امروز در اعتراض به این ادعاهایشان دست بر راهپیمایی زدند. اما رئیس دانشگاه فاریاب این ادعاها را بی بنیاد می‌داند و می‌گوید که با کمبود جا در خوابگاه دانشگاه روبرو هستند. اعتراض دانشجویان خوابگاه دانشگاه فاریاب به علت تصمیم اخراجشان از خوابگاه این دانشگاه. شماره از دانشجویان دانشگاه فاریاب می‌گویند که از چند روز بدین سو از خوابگاه‌هایشان بیرون کشیده شده‌اند. این اعتراض کنندگان ادعا دارند که مسئولان دانشگاه فاریاب تصمیم گرفتند که ساختمان خوابگاه را به دانشکده شرعیات حقوق علوم سیاسی تبدیل کنند. برای ما وعده داده بودند که ما برای شما نان حواله میکنیم. سر جای از این که برای ما نان حواله کنند، حتی جای ما را ازمون گرفتند. سه شنبه دیشب مکتوب آمد از طرف خود وزارت تحصیلات عالی که لیلیه باید تخلیه شود به خاطر که صنف ما کم بود داریم. در صورتی که لیلیه اصلا جای تحصیل نیست، اونجا صنفایش خرد است، اونجا جای منظم برای این نیست که کسی اونجا بخواد درس بخونه. تظاهر کنندگان از نهادهای مسئول میخوان تا به این مشکلشان رسیدگی کنند. نور دپارتمنتونه لیلی تر از این شریعت دپارتمنت را زندی ده پاره مونږه مجبور کړ چې مونږ د اعتراض وکړو، نو مظاهره یا تظاهرات وکړو تر څو مونږ خپل حق ترلاسه کړو. از سوی دیگر رئیس دانشگاه فاریاب با رد این ادعا میگوید که دانشجویان در خوابگاهشان با کمبود جای روبرو هستند. یک سوی تفاهم شده بود برایشان اصلا قطع ریاست پانتون و یا با نهادهای دیگر اصلا اینا مراجعه نکردن، مستقیما و سرک بر آمدن و تا دن دروازه پانتون آمدن و قط ما نشست در دقیقی که قط ما داشتن مشکلشان حل شد. این دانشجویان هشدار میدهند اگر به خواستای آنان رسیدگی نشود از ادامه تحصیل دست کشیده و بعد از مزدورکاری به کشورهای همسایه خواهند رفت. رسیدیم به پایان محور امشب، تا برنامه دیگر خدا نگهدار و به امید روزها و آینده بهتر.